خب اجازه بدید که حالا بهتون چیز جدید یاد بدم و اون فروشگاه اینترنتی جهانیه، یعنی اینکه شما بتونید در سایتتون اجناستون، کالاهاتون، خدماتتون رو به جهان بفروشید و پول بگیرید ازشون. خب اونا با سیستم بانکی متصل جهانی کار میکنند. من قبلا در ویدیوی سیستم ایران رو توضیح دادم و بهتون سایتی رو پیشنهاد دادم که چجوری باید درگاه اینترنتی برای بانک‌های ایران داشته باشید، ولی برای بانک‌های جهانی کار خیلی راحت‌تر و جالب‌تر. ببینید، اگر حساب بانکی ندارید در یکی از بانک‌های جهان، میتونید از پیپال استفاده کنید. پیپال یک اکانت اینترنتی بانکیه. مردم دارای حساب بانکی بین‌المللی، مردم خارجی میتونن بیان جنسای شما رو بخرن و پول میاد تو حسابتون، میاد در پیپال. حالا برای اینکه پول از پیپال درارید بذارید جیبتون، یا باید حساب بانکی جهانی داشته باشید که پیپال رو بهش وصل کنید و پول بره تو اکانت بانکیتون و از بانکتون حالا با هر کارنسی، دلار، یورو، پوند پول بگیرید، یا اینکه با صرافی کار میکنید، یعنی از پیپال میرید وارد اکانتتون میشید و سند میکنید پول رو در حساب بانکی بین‌المللی یک صرافی ایران. اکثرا در بانک های خارجی حساب دارن و اگر از پیپال تو حسابشون پول بفرستید، معادلش رو به هر کارنسی که بخواین بهتون میدن، ریال بهتون میدن، دینار بهتون میدن، لیر ترکیه میدن، پوند میدن، دلار امریکا میدن، دلار کانادا میدن، یورو میدن. خب چه باید بکنیم و چطور در میوز هندلش کنیم؟ من الان یک جای مهمونم و در این حال این مهمون، یعنی من، متوجه شده که صابخونه مهمونای دیگه هم دعوت کرده، این خیلی سر صدا هست، خلاصه بچه قابلمه جیغ و فریاد خواهید داشت. بیایید در paypal.com و بیایید در قسمت کشورها میبینید که آفریقا، آمریکا، آسیا و اروپا وجود داره. یک کشوری رو انتخاب کنید که خیلی از نظر مالی ترکینگش خوب نباشه. کشورهای اروپایی و امریکایی به هر حال توی سیستم‌های سیاسی خیلی سریع روی ایران تحریم می‌بندن و ممکنه شامل حساب‌های بانکی شما هم باشه. اینه که مثلا برید سراغ قزاقستان، برید سراغ چین، برید سراغ کشورهای عربی، یه جاهایی که خیلی تو این داستان‌ها دخالت نمی‌کنه. مثلا من میرم سراغ مالزی و اینجا ساین اپ میکنم. دو جور حساب داریم، یه حساب بین المللی داریم و ببخشید یه حساب بیزینسی داریم که خب از رو پول شما سود کمتری برمیداره و در این حال خدمات دیگری هم میده. یکی دیگه داریم مجانیه، یه خود اون پولی که برمیداره بیشتره به عنوان کارمزد، ولی خوبه به هر حال کارش رو میکنه، در کلم کم برمیداره. مالزی یک ایمیل معرفی میکنم، مثلا حتما باید یک ایمیل داشته باشید، یک پسورد اختصاصی دوبار میدم پسورد رو. اینجا میگه که این کد رو بزن برای اینکه بفهم من ربات نرم افزاری نیستم و مشغول هک نیستم. غلط زدم. نباید مشکلی باشه. درست شد. خب اسممو میخواد. خب اسم من سعیده، میدل نیم که ندارم و فامیلیم چوفانی اصله. سنمو بگم، درست سن مدرس رو تو جمع بپرسین؟ باش میگم.
هفته 31 1978 نشنالیتیمو زده مالزیایی، خوشم نمیاد. یعنی ننگه از اون خوشم، ولی میذارم مثلا یه ملیتی که یکم متفاوت باشه، مثلا میذارم روسی، آدرس هم میذارم مثلا KL، شهر هم میذارم KL، KL یعنی کوالالامپور مثلا، استیت ندارم، پست کد هم میذارم مثلا 44 24، دوسته علیکی، یک تلفن مالزیایی لازمه. شما میتونید تلفن دوستتون رو بدین، میتونید تلفن علیکی بدین، بعدن برای ارسال پول از حسابتون به حساب بانکی و اینجور کارا خیلی باید اینا رو دقیق، اینو که بزنید باز ازتون کد میخواد. اینجا میگه که یک حساب بانکی واقعی معرفی کن. شما باید در یک حساب بین‌المللی حساب داشته باشید دیگه، که ندارید. اکسپایر دی، سی سی وی و آدرسی که بتونه روی کاغذ واسهتون رسید بفرسته. خب شما که حساب بانکی بین‌المللی ندارید، یا بعداً دارید میخواید اضافه کنید، یا موقعی که میخواید پول از پیپال بفرستید توی حساب صرافی، این قسمت رو پس کامل کنید، پس میزنید من بعداً اینجا رو پر میکنم. خب تموم شد، شما دیگه الان یک اکانت بیانید، بیاید اینجا و برید توی اکانتتون، میبینید که اکانتتون باز شد. چون من کشورم و مالزی انتخاب کردم، بنابراین واحد پول اونجا رو نوشته و هیچی ندارم الان، میبینید؟ و به هر حال این اکانت پیپال کار کردم. با این اکانت خیلی ساده است، زمانی که یه نفر خواست به شما پول بفرسته، شما باید بیاید و به اصطلاح بهش ایمیلتون رو بدین، شماره اکانتتون رو بدین که اون بتونه این کار رو بکنه. و همینطور وقتی میخواییم پول رو برای کسی بفرستین، خب میزنین رو سند و به راحتی پول ارسال میشه به کی، چقدر و از حسابتون خارج میشه. اگر خواستید که به اصطلاح اطلاعاتی رو اینجا بگیرید، یا مثلا نمیدونم تکمیل کنید اطلاعاتتون رو، اینجا بالاخره شما اکانت دارین و میتونید این کارا رو بکنید. اینجا میتونید تاپ اپ کنید، میتونید وجه نقد بردارید و یعنی پول خودتون بگیرید. خیلی کارای جالبی میشه کرد. اینجا بانکتون رو معرفی میکنید، همون چیزی که قبلا باید میدادیم. اینجا بانک امریکاییتون اگه دارید معرفی میکنید. خیلی سیستم راحت و جالبی داره و واقعا در حد یک تمدن میمونه. به هر حال برای خودتون یک اکانت ایجاد کنید داشته باشید بد نیست. خب حالا که تموم شد، این صفحه رو من باز نگه میدارم و میرم در میوز، و مثلا اینجا اگر من محصولاتی دارم و شماره گذاری کردم، کد گذاری کردم، میرم در قسمت آبجکت، اینزرت ویجت، و در ویجت سوشیال پیپال رو انتخاب میکنم. این ویجت به صورت رایگان از طرف آدمیوز داخل این نرم افزار گذاشته شده و شما میزنید و این میاد. اینو هر جای سایتتون که گذاشتید، ولی توصیه من اینه که بالاخره اگر مثلا یه صفحه‌ای دارید که توش جنس معرفی شده، خدمات معرفی شده و قیمت معرفی شده، اینو بذارید که همینجا طرف بزنه و پرداخت کنه.
طبیعتاً با زدن این مثلث میتونید تنظیمشون کنید. مثلا اینکه روش چی نوشته باشه اینجا در میاد. Pay now, buy now نوشته روش. سایزش چقدر باشه؟ میتونید عکس دکمه‌شو اینجا عوض کنید. خودتون برید یه دونه عکس بذارید. ایمیل خیلی مهمه. ایمیلی که اینجا میذارید ایمیل خودتون باشه. مثلا من ایمیلی که الان باهاش اکانت ساختم. میبینید؟ یعنی من همون ایمیلی رو میذارم که باهاش اکانت ساختم. مقدار جنس رو، مقدار قیمتش رو تعیین میکنید. خب این دکمه باید زیر تک تک اجناس باشه دیگه. خب مثلا قیمتش رو میذارید، کارنسیتون رو اینجا انتخاب میکنید، این کارنسی ها رو ساپورت میکنه. بالاخره با مثلا دلار آمریکا کار میکنید، یورو کار میکنید، پاوند انگلیس کار میکنید که معمولا با دلاره دیگه. دلار میذارید و اینجا مثلا میگید این جنس من 20 دلار قیمت داره. بعد اسمش رو میذارید. بعدن برای اینکه در فاکتور بتونید، در ایمیلی که پیپال به شما میزنه که مردم جنس رو خریدن، میزنه که کدوم جنس بوده. خب شما وقتی اینو میذارید مثلا زیر چه دونم کالباس، کالباس مثلا شماره 8 بوغلمون، خب یه اسمی داره براتون دیگه. شما اینجا می‌نویسی مثلا کالباس بوغلمون 8 دودی مثلا، ها 20 دلار برای کالباس بوغلمون 8 دودی. خب یه دونه دیگه از اینا باید درست کنیم زیر جنس دیگه، مثلا کالباس مرغ 7 دودی مثلا، ها. وقتی براتون، وقتی مردم خریدن و اتوماتیک پیپال به شما ایمیل میزنه که مردم جنس شما رو خریدن، شما در فاکتوری که پیپال میزنه میبینید که اسم جنس اومده. میتونید یه شماره هم داشته باشید. مثلا بالاخره شما شماره هم بالاخره شما مثلا 2000 تا جنس دارید. خب اینا شماره داره دیگه، 1 2 3 4 بر خودتونه. مثلا شماره 354 مین جنستونه. چقدر مالیات از این جنس رو میخواید بدید میتونید اینجا به مردم بگید، چون مردم هم رسید میگیرن. مثلا میگید از این 20 دلار 2 دلارش مالیاته و اگر این جنس قرار ارسال بشه با پست یا هر روش دیگری شیپینگ کاست داره. شیپینگ کاستش مثلا 1. صدا زیاد شد. تموم. اینو میذارید زیر جنس اولتون. دوباره یکی دیگه از این درست میکنی برای جنس بعدی و وقتی که شما پریویو میگیرید مردم اگر بیان و مثلا روی این کلیک کنن، سایت پیپال باز میشه و اونا میتونن به راحتی پرداختشون رو تکمیل کنن، یعنی بیان اطلاعات بزنن و پرداخت انجام میشه. اینه که خواستم اینم یادتون داده باشم که چطور اجناستون رو پرداخت جهانی داشته باشید براش. تا ویدیوی بعد، خدافظ.